بیمارستان بود قبول نیکنه. بیمه روزایی رو به هیچ عنوان بریزه سنجدی بدید. با گران شدن قیمت حامل‌های انرژی، قیمت خدمات درمانی از آنچه تا کنون بوده باز هم گرانتر شدند و تهمانده درآمد کارگران و زحمتکشان را که نزدیک به 30% آن را برای بیمه می‌پردازند می‌برد. 27% دستمزد کارگر بابت حق بیمه کم میشه. از این 27% این 9.27 که ما 9% این پول بابت درمان از حقوق من کارگر داره کم میشه. یعنی کلیه املاک و نمیدونم هر چیز دیگه‌ای که وجود داره اینو من یک پرداختی میکنم برای بابت ارزم به حضورتون که درمان خودم. در حالی که کارگران و مردم حدود 30% هزینه های بیمه را می پردازند، اما هیچ بهره ای از آن نمی برند و تنها آخوندهای دزد حاکم و کارگزارانشان این پول ها را چپاول می کنند. به اعتراف کارگزاران رژیم، طی 10 سال گذشته کسانی که بر اثر هزینه ها به زیر خط فقر سقوط کردند 2.5 برابر شده است. در حال حاضر بیش از 65-70% از هزینه های درمانی کشور رو مردم خودشون متحمل میشن و اصطلاحاً از جیب پرداخت میکنن. قصه پرقصه بحث سلامت و درمان تو ایران و باعث میشه که در واقع زندگی مردم بسیار پر ریسک بشه. وقتی فردی مبتلا میشه به سرطان یا بیماری های قلبی، مجبور بخشی از ثروت رو بفروشه تا بتونه این هزینه ها رو پوشش بده. و نکته جالب توجه و تأسف بار اینه که بخشی از جامعه ایران در اثر هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر میرن. یعنی وقتی که فردی مجبور میشه ماشینش رو بفروشه تا بتونه قلبش رو عمل بکنه، یه منبع درآمد از دست میده. یکی از عوامل فقر در ایران بحث بالا بودن هزینه‌های درمانی. به اعتراف معاون درمان وزارت بهداشت رژیم، همکنون سالانه 7% افراد جامعه به علت هزینه های فاجعه بار سلامت به زیر خط فقر می روند. به افزود این رقم در پایتخت به حدود 13% رسیده است که می تواند خانواده هایی را که گرفتار بیماری های صعب العلاج هستند را به زیر خط فقر ببرد. همچنین مدیر عامل سازمان بیمه سلامت رژیم ضمن اشاره به گسترش بحران اقتصادی موجود اذعان کرد: هزینه های درمان بیماری های سخت و صعب العلاج در کشور روز به روز سنگین تر می شود. همکنون به بالای 70% رسیده است و آمارها نشان می دهد دست کم 20 میلیون ایرانی نه بیمه دارند و نه پولی برای درمان. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، هزینه های کمرشکن سرطان باعث شده بیماران سرطانی ایرانی یا خانه ایشان را بفروشند یا مقدمات فوت را آماده کنند. بسیاری از خانواده ها که بیمار سرطانی دارند و تعدادشان هم کم نیست، به دلیل هزینه های بالای درمان که کمرشکن هستند و برای افزایش طول عمر بیمار خود دست به هر کاری می زنند. همچنین رئیس انجمن اقتصاد دارویی گفته است قیمت داروی ضد سرطان به هر آمپول 4 میلیون تومان رسیده و برای بیماری که باید 4 بار در ماه تزریق کند ماهانه 16 میلیون تومان هزینه دارد. قطعا هزینه های درمانی دیگری هم دارد و تا 20 میلیون تومان در ماه باید برای درمانش هزینه کند. قیمت برخی داروهای MS هم به هر دارو 11 میلیون تومان رسیده است. هزینه یک داروی MS مانند آوانکس و تایسپری نیز بین 10 تا 11 میلیون تومان شده است. واقعا پرداخت این هزینه ها در توان بیماران نیست. از این رو پیوسته شاهد تظاهرات اعتراضی مستمر خانواده های بیماران صعب العلاج هستید که چپاولگران حکومت آخوندی هم آنان را به مدد نیروهای سرکوبگر انتظامی با ضرب و شتم و تهدید پراکنده می کنند. رئیس یک بیمارستان فوق تخصصی گفته است هزینه هر آمپول درمان سرطان خون در ایران 5 میلیون تومان است. روز 30 آذر گذشته یک کارشناس اقتصادی رژیم به نام سعید لیلاز گفت
دست دسته بیماران سرطانی در اول امسال به خاطر کمبود دارو مردن و من نمونه‌اش را دیدم. اینها بابت 15 برابر شدن قیمت دارو. و حالا با گران شدن بیش از 70% قیمت حامل‌های انرژی، باز هم رژیم آخوندی سرنوشت مرگبار بیشتری را برای بیماران صعب العلاج و به زیر خط فقر بردن مردم بیشتری بر اثر گرانی هزینه‌های درمان رقم زده است.